درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و امروز 183 برنامه از مجموعه مرغ سحر رو که برای تلویزیون ایران فردا تهیه شده است به شما تقدیم میکنم. همکارانم در تهیه و پخش این برنامه عبارتند از علی کارگردان فنی برنامه و همینطور پومن همکارم در تهیه برنامه. از دکتر علیرضا نوری‌زاده هم همونطور که همواره سپاسگزار بودم سپاسگزارم به خاطر فرصتی که برای این همکاری افتخاری فراهم کرد. اما اجازه بدید برنامه رو با یه مقدار از حال و روز شخصی خودم آغاز بکنم. در هفته‌ای که گذشت اولین واقعی که نظر جلب کرد واقعی سیلی زدن آقای ویل اسمیت بود در مراسم جایزه اسکار به مجری برنامه، با اینکه بهشون برخورده بود در مورد همسرشون، شوخی ایشون کرده بود و ایشون بلند شد رفت. همه شما دیدید شاید بیش از 1 میلیارد انسان تا این لحظه این رو دیدند که سیلی زد. جالبه آقای ویل اسمیت که اینجور به خشم آمده بود از شوخی مجری برنامه با موی سر همسر ایشون، همین آقای ویل اسمیت در کنار همین همسر در سال 2016 در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که در طول عمرش از روزی که ویل اسمیت شده لاغر با 5000 زن خوابیده و این رو در کنار همسرش گفت و برگزارم شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. البته ایشون رکورددار خوابیدن با زنها نیست، رکورد خوابیدن با زنها اسمش رو فراموش کردم ولی اگر بدون بخواهید براتون پیداش میکنم اسمش رو، یا داشت نکردم اسمش رو، متعلق به یک بازیکن بسکتبال هست که با 20000 زن خوابیده. این هم رکوردهای افتخارآمیزی است که ورزشکاران و آرتیست ها سینماگر ها دارن و خب آقای ویل اسمیت هم به اون مباهات میکنه و سر بعضی از مسائل مثل افراد گود زنبورک خونه ما خشم میاد و در یک مراجع جهانی میشود گفت یک بدعتی رو میگذارد که امنیت برگزاری این جلسات رو به نظر من برای آینده به خطر میاندازه. از این که بگذاریم، خب زنان ما برای بازی فوتبال مورد شتم و ضرب قرار گرفتن، به اصطلاح فلفل به چشمانشون پاشیدن، اسپری فلفل پاشیدن و اونها رو واقعا مانع شدن از اینکه بتوانند برن در استادیوم و این بازی فوتبال رو ببینن. اون چیزی که برای من در مورد این واقعه جالب هست و نظرم جلب کرد این است که بلافاصله همه به فیفا معذرت میخوام به فیفا متوسل شدن که آقا بیا و ایران رو تحریم کن، ایران رو کنار بگذار از مسابقات جام جهانی فوتبال به خاطر این واقعه هولناکی که در خراسان و در مشهد اتفاق افتاد. خیلی جالبه که ما میخوایم متوسل بشیم به یک سازمان جهانی در حالی که من مطمئن هستم این چند هزار زنی که مورد بی احترامی و شتم و ضرب قرار گرفتن در مشهد، اینها حتما همشون تنها نرفتند به استادیوم برای تماشای فوتبال. من نمیدونم مردانی که همراه اینا بودند رفتن به تماشای فوتبال یا نه، و اگر نه قبل از فیفا آیا مسئله فوتبال رو نه مسئله داخلی تلقی کرد که بدون این به اصطلاح التماس ها به سازمان های بین المللی که عواقبی
واقعی رو برای کل ایران داره، نه فقط جمهوری اسلامی، خود مردم دست به کار بشن. چرا مسابقات فوتبال توسط مردم تحریم نمیشه تا مسئله ورود زنان حل نشه؟ پس این همه مرد چی کار میکنن؟ چطور نمیتونن که خودداری کنن از دیدن یک مسابقه فوتبال؟ چه اتفاقی میفته اگر شما مسابقه، حتی اگر جام جهانی بازی فینالش هم باشه، شما تحریمش بکنید و نرید به دیدنش؟ خیلی عجیبه این همه بیحالی. اجازه بدید یه لغت خیلی خشنی رو به کار ببرم، این همه بیغیرتی تنها در مردان ایرانی پیدا میشه؟ و خب چه انتظاری داریم ما؟ چه تحولی میخواییم؟ از این مردان میخواییم که برای بهبود اوضاع کشورشون قدمهای مهمی رو بردارن؟ مگر ممکنه چنین چیزی؟ مردی که به جدایی از زنش تن در میده برای تماشای یک مسابقه فوتبال، آیا واقعا مرده؟ نمیتونه. از سوی دیگه خب همه ما میدونیم وضعیت افغانستان در هفته گذشته چگونه بوده و یک باره عده زیادی از افغان‌ها به طرف ایران آمدن. با وضعیتی که مرزهای ایران با افغانستان داره، آیا جمهوری اسلامی راضی از این هجوم؟ و اگر نیست، چرا هیچ نظمی برای ورود افغان‌ها برقرار نمیشه؟ خب بیان و به عنوان مهاجر در ایران زندگی بکنن، کسی نباید با عنوان مهاجرت افغان‌ها بشه. ولی این مهاجرت تابع یک نظم و انضباط و رفتاری باید باشه. شیوهی که دولت جمهوری اسلامی با افغان‌ها رفتار میکنه، خب این همه بچه افغان در ایران متولد شده بدون شناسنامه، این همه کارگر افغان بدون هویت در داخل ایران، این آیا وضعیت امنیتی ایران رو به خطر نمیندازه؟ اون هم نه به دلیل خطرناک بودن افغان ها، به دلیل فقدان نظارت امنیتی بر مسئله مهاجرت این بخش از مردم نگونبخت آسیا که تازه فکر میکنن ایران بهشت برینه. و از این گذشته مسئله مذاکرات برجام، صحبت اصلی این است که نام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی حذف بشه یا نشه. به نظر میرسه آقای بایدن و همکاران او مایلند کنار بیان با ایران، اما ایران تا چه حد میتونه از این فرصت استفاده بکنه؟ من خیلی هوشیاری رو در سردمداران جمهوری اسلامی نمیبینم. همه اینها در مقابل اتفاقی که برای من روز شنبه گذشته افتاد، واقعا مسئله ساده ای بود. روزهای شنبه و یک شنبه تلویزیون ایران فردا، من فقط به وقت ایالات متحده آمریکا و لس آنجلس میگم، ساعت 2 بعد از ظهر فیلم سینمایی پخش میکنه. من به این فیلم ها با دقت توجه میکنم. بعضی وقتا از تکرار زیاد بعضی از این فیلم ها واقعا عصبی میشم، چون تمام وقتم گذاشتم ساعت 2 بعد از ظهر پای تلویزیون باشم و فیلم رو ببینم. اما خب فیلم تکرار نیست. اما این بار یه فیلمی پخش شد که بینندگان عزیز اجازه بدید اعتراف بکنم، دو بار در طول فیلم های های گریه کردم. فیلمی به نام درخت گردو. فیلمی بود در مورد حمله شیمیایی، انداختن بمب شیمیایی در اطراف سردشت، و طبق توضیحی که در آخر فیلم میداد، کشته شدن 130 نفر و مجروح شدن 8000 نفر.
فیلم منو برد به اون سالهایی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت. ظاهرا این بمباران شیمیایی در سال 1366 انجام شده و پرداخت فیلم فوق‌العاده درخشان بود. تهیه کنندش آقای احمدی بود و کارگردانش آقای مهتویان. اما بازی‌های مربوط به بازیگران فوق‌العاده درخشان بود. پیمان معادی نقش اول رو به عهده داشت و خدای من واقعا یک کرد شریف ایرانی رو نشون میداد. مینا ساداتی، مهران مدیری و مینو شریفی. مینو شریفی اگر اشتباه نکنم همون بانوی زیبایی است که در سریال خسوف ایفای نقش میکنه. اما فیلم چنان طبیعی تهیه شده بود، چنان طبیعی تهیه شده بود که من رو به سالهای جنگ ایران و عراق بود. درامی که داره میگه یک کولبر چگونه همسرش و سه فرزندش رو در اثر بمباران شیمیایی از دست میده. کاش تلویزیون ایران فردا، من نمیدونم این بار اولش بود این فیلم پخش میشد و من دیدم یا بار چندمش بود، ولی امیدوارم بارها و بارها این فیلم و فیلم های از این نوع از این تلویزیون نشون داده بشه. باور کنید بازی ها آنچنان درخشان بود که شما خودتون رو سهیم میدونستید در فاجعه و اتفاقی که افتاده. درود بر همه کسانی که دستن در کار تهیه این فیلم بودن و به نظرم می رسید اونها هم می فهمیدند یا فهمیده بودند که چه نقشی رو در مقطعی از تاریخ ایران گرفتند و دارن اون رو ایفا می کنند. به خصوص پیمان معادی، به خصوص پیمان معادی. از این مقدمه طولانی که بگذریم، مهمان عزیزی دارم و امروز در مورد مسائل مختلفی با ایشون صحبت میکنم. بدون تردید مهمترین مسئله که امروز باهاش مواجه هستیم جنگ روسیه است علیه اوکراین. امروز همین یک ساعت قبل از شروع برنامه بود که خبری دریافت کردم، یعنی خبر رو دیدم که در یکی از شهرهای حومه کیف زیادی از مردم عادی کتبسته رو از پشت سر نیروهای روسی قتل عام کردند و کشتند. اگه شما فکر میکنید در مرحله‌ای که این برنامه رو دارید نگاه میکنید، در نقطه‌ای از جهان که دارید میبینید، واقعا شما سیف هستید؟ شما ایمن هستید؟ من در ساحل اقیانوس آرام در شمال کالیفرنیا این احساس امنیت رو مدت هاست که از دست دادم. در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بینندگان ارجمند همراه من در این قسمت از برنامه مرغ سحر شماره 183 یک تحلیلگر سیاسی و برنامه ساز تلویزیونی است، شخصیت فعالی است که سالهای سال او رو میشناسم و دعوتم رو برای حضور در این برنامه قبول کرده، رضا گوهرزاد. آقای گوهرزاد خیلی خوش آمدید. درود بر شما جناب فروزنده و سپاس از دعوت به برنامه و سپاس از کارگردان فنی شما که بسیار کوشاست و تلویزیون ایران فردا که این فرصت رو میده من در خدمت شما باشم. در خدمتتون هستم. سپاسگزارم آقای وارزاد عزیز. آقای وارزاد مقدمه طولانی من رو شنیدید.
کدوم یک نکتهشو میخواید بگیرید و با اون شروع کنید؟ ببینید، من به طور کلی بر مورد هر بخش زیادیش میتونم نظرم رو بگم و اون این است که نقش مشارکت مردم مسئله است. مشارکت مردم بزرگترین نظام رو میتونه به کنار بزنه، قوی ترین اسلحه رو میتونه در برابرش پایداری بکنه. مسئله این استش که مردم هستن تعیین کننده هستن. میخواین از سیدی که آقای ویل اسمیت میزنه به آقای کریس راک، خب این نوعی اگر مردم واکنششون درست باشه و اینکه خشونت رو، خشونت کلامی رو نباید با خشونت دیگری پاسخ گفت. مثلا در یافتن گناهکار و مقصر اینکه مقررات چه میگوید نیستم. من میگم هر گونه خشونتی رو باید در جامعه حذف کرد. از این خشونت گام برمیداریم میریم به خشونتی که جمهوری اسلامی در مورد حضور زنان در هر عرصه‌ای میکنه. 43 سال گذشت و هنوز زنان فکر میکنن جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی قدرتمند حکومتی داره تعیین میکنه که چه باید کرد. البته حکومت این رو بیشتر به مردم تحریم میکنه و مردم در برابرش ماندن. چه باید کرد؟ هر چه مبارزه میکنن، حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که در هر عرصه ای از خشونت بهره میگیره. خود جمهوری اسلامی همواره فکر میکنه در روزهای نخست انقلاب هیچ گونه مقررات، هیچ گونه قانونی رو حتی خودش در مورد مسائل مختلف به عرصه کار نیاورده. خب از این خشونت که بگذریم، موضوع درخواستی بود که شما از درخواست کردن از فیفا بهش ایراد گرفتین. من برخلاف شما فکر میکنم که درست است که مردان باید نمیرفتن، مردم باید خودشون تصمیم میگیرن، ولی فیفا به عنوان یک برگزار کننده بازی های آینده میتونه نقش داشته باشه، نه در حذف ایران از جام جهانی که هرگز به اون سوگام نخواهند برداشت، بلکه در مقررات بیشتر، سختگیری بیشتر. یعنی اگر نمیخوام بگم بازیکنهای ورزشی ایران در کشورهای دیگه خرید و فروش میشن و اجاره داده میشن، اگر همین بازیکنان رو بگن تا زمانی که اینها بازی میکنن و زنها رو راه نمیدن هیچ گونه مبادله اروپایی انجام نشه، شما خواهید دید که چه خواهد شد. چرا؟ برای اینکه از اون 1,000,000 دلاری که به آقای اکس داده میشه، از اون 50% به مبادله گران و تمام کسانی که در حکومت نقش دارن به عنوان کمیسیون رسیده میشه. اونها هستن که اون موقع در مورد اون گام برمیدارن و تلاش میکنن که این ماجرا رو حل بکنن. یعنی راه‌های گوناگون هست. و بعد در مورد برجام و اوکراین که صحبت خواهیم کرد، اجازه بدید که من همینجا پاسخ به مقدمه شما رو ازش بگذرم و سپاسگزاری کنم از اینکه در دوباره در برنامه شما هستم. سپاسگزارم آقای رضا گوهرزاد عزیز. آقای گوهرزاد، امروز شما، من نمیدونم شما هم دیدید آخرین اثر حمله روسیه رو، سربازان روسی که بعد از یک ماه یکی از شهرهای حومه کیف رو ترک کردن و در این برگشت خودشون، در این خروجشون، در واقع 400 نفر رو کشتند از مردم عادی. بسیاری از اینها کت بسته بودن، دستشون از پشت بسته بوده، حرکت میکردن و از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. شما درباره اون چه که در جنگ اوکراین اتفاق میفته چه نظری دارین؟ چیکار داره میکنه روسیه؟ آقای پوتین میخواد به چی برسه؟ خب ببینین، آقای پوتین در مورد جنگ اوکراین داره گامهای متفاوتی رو برمیداره، برای اینکه هدفهای متفاوتی رو پی گرفته در زمینه اوکراین و هر زمان نوک حمله هدفش بر اساس شرایط پیش آمده تغییر پیدا کرده. در مورد اون چه که شما فرمودین، در مورد اون افرادی که از پشت بسته بودن و بهشون تیراندازی شده، یک نامه‌ای در سطح جهانی در حال گردیدن هست و من فکر میکنم که هر کس وظیفش هست که هر گونه از این نامه ها رو
که میاد بخونه به دقت و امضا کنه. درخواست به مادران سربازان روسی نوشته شده این نامه که آیا شما فرزند خود را خواهید بخشید برای آنکه یک انسان دیگر را از خانوادش چنین محروم کرده و چنین کشته و بچه های یک خانواده رو، همسر یک خانواده رو، مادر یک خانواده رو در برابر یک داغ بزرگ و اون هم اعدام از پشت گذاشته. به یاد بیاوریم در جنگ کردستان هم جمهوری اسلامی نسبت به کردها چنین رفتاری رو بسیار کرد و یعنی اصلا مسئله خشم و اعدام در از حکومت‌های خودکامه همین مدلیه. یعنی اصلا اعدام که به نظر من نادرسته، هر نوعش نادرسته، این نوعش دیگه نادرست‌تره، یعنی غیر انسانی‌تر هست. آقای پوتین دلایل متفاوتی برای حمله به اوکراین داشته، ولی این دلایل رو با مقاومت مردم اوکراین که به پایان عمر مردم اوکراین تموم میشه و میمیرند جابجا کرده. یعنی یک بار میاد میگه که اوکراین نپیونده به پیمان ناتو. بسیار خوب، اینو میتونست مطرح بکنه و اوکراین هم که دیدیم که در همون آغاز جنگ رئیس جمهورش اومد گفت و من نمیپیوندم. حتی پیش از اون گفته شد که کشورهای ناتو میخوان بگن که خب حالا این رو بررسی پیوستن اوکراین به ناتو رو عقب میندازیم. خب این یه مسئله ای بود که میتونست، ولی دید که این کافی نیست براش، برای اینکه در ذهنش قصد دیگه ای داشت. آقای پوتین اگر نخواهیم بگوییم که میخواهد دوران قدرتمند اتحاد شوروی رو برگردونه و خودش بازیگر اصلی اون باشه، خب میتونه دوران تزار رو برگردونه. به هر روی اگر پوتین دلش میخواد یک امپراتور بزرگ باشه، این هستش که در بازی جهانی هنگامی که چین همتای روسیه به قدرت رسیده، چین اتحاد شوروی سقوط کرد ولی حزب کمونیست چین سقوط نکرد، مسیر عوض کرد و چین در قدرت باقی موند. این که جهان دو قدرت بزرگ داشته باشه، خب برای آقای پوتین این که دیگه اون یک قدرت دیگر نیست، یه مقدار برای یک انسانی که نمیدونم نامش رو نمیشه انسان گذاشت، طبق تعریف من همیشه میگم یک انسان، یک آدم این دنیایی، خود به خود یه مقدار دشوار هست و هیچ کدوم اینا البته پذیرفتنی نیست، ولی آقای پوتین تمام تلاشش این است که نقشی قدرتمند در این بازی جهانی داشته باشه، نقشی که سالهاست از دست داده و مایل هست دست کم بخشهایی از اوکراین رو جدا کنه. اول میخواست اوکراین رو نابود بکنه که کرده. شما به تصاویری که نشون میدادین وقتی نگاه میکنین یا هر تصویری از جهان پخش میشه در رسانه هاش رو میبینین که 10 سال و اندی در سوریه چنین کردن، حتی به اندازه ای که اوکراین رو در 1 ماه و 2 هفته یعنی 45 روز نابود کردن، در سوریه در 10 سال و اندی این اتفاق نیفتاده. یعنی مشخص بود میخواهد اوکراین رو با خاک یکسان کند. اگر اون بخشی که براش موند که به خود بگیره زیر بال خودش یا کشورهای جدید ایجاد کنه، اونجا رو نوسازی میکنه به وسیله اولیگارشا، و اون بخشایی که در خود اوکراین اگر باقی موند که تمام جهان بگردن تا بخوان اون کار رو بکنن. پوتین مانند بسیاری از دیکتاتورهای دنیا یک دیوانه است، ولی دیوانه ای که رفتارش از دیوانگی سرچشمه نمیگیره، چون دیوانه این کارا رو نمیکنه. دیوانه ای که یک دیکتاتور بزرگه و داره تلاش میکنه که موقعیت قدرت خودش رو حفظ بکنه. جهان باید در برابر پوتین به طور منظم و درستی بیسته. آقای گوهرزاده عزیز، جهان مثل این که فکر میکنه که پوتین باهاش شوخی داره. برخورد آقای بایدن، سرکرده غرب، بزرگترین قدرت نظامی جهان، با این قضیه آیا مورد تایید شماست؟ برخورد اروپا آیا مورد تایید شماست؟ اینها به این شکل که دارن با پوتین به نظر من لاس جنگی میزنند. این اصلا براشون فرق میکنه که اوکراین با خاک یکسان بشه کل اجمعین یا خیر؟
ببینین، مسئله این نیست که مورد تایید من هست یا نیست، مسئله این هستش که نظام جهانی داره یک کاری میکنه که در این میخواد هرچه کمتر از رفتن به سوی جنگ جهانی سوم و بمباران هسته‌ای جهان خودداری بشه. یک بار این طعم رو آمریکا به مردم در جنگ جهانی دوم چشاند و هنوز اثراتش تا امروز در ژاپن دیده میشه. جهان میداند که اگر کسی که همکنون داره به این سو بمباران میکنه، اگر بهش فرصت این کار داده بشه، یعنی بهانه این کار داده بشه، بی تردید امتحان خواهد کرد. برای اینکه همین آقای پوتین چند روز پیش گفتن که میخواد از بمب شیمیایی استفاده کنه، ولی هنگامی که خط قرمز کشورهای غربی رو دید به اینجا رسید که خب از این کار رو نکنه و یا مقاومت مردم رو. من نمیخوام بگم که تایید میکنم کار غرب یا آقای بایدن یا اروپا رو، برای اینکه شما هر تاییدی بکنید تایید کردید یک ادامه جنگ رو، ولی یادمون باشه در اتاق جنگ جهان اینگونه تصمیم گرفته نمیشه که چه باید کرد. همین اکنونشون رو بیستانه قدرت کشور روسیه که میراث تمام دوران قدرت اتحاد شوروی رو از نظر بمب اتمی داره و از نظر همه نیروهای نظامی داره، به این سادگی نمیشود در برابرش ایستاد. تحریم ها کار خودش رو میکنه ولی بسیار کند. این تحریم ها اگر بتونه جهانی تر بشه، یعنی آلمان تازه پیوست به این تحریم ها حاضر نبود، اگر جهان دست به دست هم دیگه این کار رو بکنه، ما در شرایط جنگ جهانی دوم قرار نمیگیریم. شما، من از تمام کسانی که میگویند که بایدن و یا اروپا کوتاهی کرده یک پرسش دارم. شما اگر در رهبری اتاق جنگ کشورهای غربی رو به ویژه آمریکا رو در دست داشتین، نخستین گامتون چه بود؟ این سوال انسان رو در برابر این میذاره که تقاضا نکنیم که نیروهای نظامی بتونن با درگیر بشن. جهان دیگه از اون دورانی که نیروهای نظامی بخوان درگیر بشن باید فاصله بگیره، نیروهای هسته‌ایشون هم به رخ هم دیگه نکشن. مهمترین مسئله این است که دیپلماسی بتونه اگر درست هست کار بکنه. دیپلماسی جهانی درست کار نکرده تا کنون. یعنی همین تحریم روسیه رو آلمان بسیار دیرتر از بقیه پیوست، برای اینکه مسئله گاز و کار کردن کارخانه هاش براش مطرح بود و مسئله سرمایه اروپا. اگر یه همچین چیزی هست، خب به یاد بیاوریم که او هم از این حربه داره استفاده میکنه. من باورم این هستش که گامی که برداشته شده از سوی غرب بسیار آرام هست، بسیار کند هست، ولی نمیتوانستن گامی محکمتر از این بردارن. یعنی تصور کنین نیروهای غربی میرفتن، نیروهای ناتو میرفتن در شرق اوکراین و با روسیه به جنگ میپرداختن، خب یک جنگ دیگر جهانی به وجود میومد. جنگ های جهانی هم همینطوری به وجود اومده. اگر یادمون باشه این کوتاهی ها سبب شد که مسئله سوریه سالها طول بکشه، مسئله عراق سالها طول بکشه. یه مثالی هم هست که من با این مثال اجازه فرمایید آقای گوهرزاد، با این استدلال جناب عالی یک نکته‌ای برای من به عنوان سوال مطرح میشه. بنابراین پافشاری جمهوری اسلامی برای اینکه به سلاح هسته‌ای مجهز بشه یه پافشاری درسته، چون از دید خود رژیم، البته برای اینکه با مجهز شدن و داشتن یکی دو تا کلاهک اتمی به امنیت خاطری میرسه که کره شمالی رسیده. ما داریم این رو توصیه میکنیم غیر مستقیم. آیا درست میفهمم یا نه؟ نه شما درست میفهمید، ولی من این رو توصیه نمیکنم. من میگم شرایط جهانی در اینجا قرار گرفته. یعنی چی؟ شما نگاه بکنیم ببینید شماری از کشورهای جهان دارای این بمب اتمی هستن و با آسایش تکه دادن و دارن زندگیشون رو، یعنی اصلا از هیچ تهدیدی هم واهمه ندارن. این یک واقعیته که میپذیریمش، یعنی یک واقعیته. ولی بیشتر گسترش دادن، یعنی تیغ دادن در دست این جمهوری اسلامی، یک گام میبره به اونجا. اونها دلشون میخواد که با داشتن سلاح هسته‌ای حکومت خودشون رو همیشگی بکنن، ماندگارتر بکنن و این حق رو میگن به ما بدین. ولی واقعیت این است که این حق گسترشش
بسیار خطرناکه. اگر جهان بتواند به آن سو گام بردارد که همه کشورهای جهان خلع سلاح هسته‌ای بشن، شاید گام موثرتری باشه. من میخواستم این رو با پرسش پیشین رو جناب بارزاد این که یه شوخیه ما به خلع سلاح هسته‌ای در تمام جهان برسیم. این مثل این که بخوایم نمیدونم توی این فصل دنبال یه چیزی بگردیم که مال این فصل نیست، اصلا در این فصل به وجود نمیاد. خلع سلاح هسته‌ای شوخیه. جنگ سوم جهانی تو شما اشاره میکنید، این جنگ از یک طرف هم اکنون شروع شده، یعنی روسیه این جنگ رو شروع کرده و با تهدید اینکه من انگشتم روی بمباران شیمیایی است یا گسترش جنگ نقاط دیگه، این داره جلو میره و هیچ هم جلودارش نیست. غرب هم به طبع با این نوع دموکراسی غربی که وجود داره، اصولا اروپا کار زیادی نمیتونه در مقابل روسیه بکنه تا این حد وابسته به گاز و نفت روسیه است. از این طرف هم ما در آمریکا ریاست جمهوری داریم که این ریاست جمهور به نظر میرسه که در برخوردهای سیاسیش جانب چی رو میگیره من نفهمیدم. من امیدوار هستم که در انتخابات سال 2022، یعنی همین چند ماه دیگه در ماه نوامبر، تغییر اساسی به وجود بیاد در کنگره آمریکا و بالاخره در 2024 ما رئیس جمهوری رو داشته باشیم که جوانتر باشه، فعالتر باشه، کارآمد باشه. این وضعیتی که به وجود اومده وضعیت هرج و مرج سیاسی در دنیاست. مگه شما این رو متوجه نمیشید جناب گوهرزاد؟ این وضعیتی که داریم 100% متوجه میشم، ولی من میخوام به یه نکته اشاره بکنم و این هستش که جهان به هم در هم تنیده از نظر سیاسی. من متوجه میشم، متوجه دلنگرانی های شما و دیگر دوستان در مورد عمل کرده آقای بایدن متوجه هستم. من پاسخ انتخابات رو هم خواهم داد، ولی بذارین اون بخش پیشین رو که داشتم میگفتم یک جمله هست با اون به پایان ببرم. مسیح میگه که نخستین سنگ رو کسی برداره که خودش گناهی نکرده باشه. جهان با این روبروست که چپهای دنیا دارن میگن آمریکا خودش رفته در ویتنام، در کره، در همه جاها همین حرکت، در عراق همچین کاری کرده و خب حالا داره اینا میکنه. این نادرسته، این حرف نمیشه هیچ جنگی رو با جنگ دیگری توجیه کرد. در پاسخ به اینکه شما آیا این خلع سلاح جهانی یک شوخی هست و نشدنی است، من میخوام بگم که یاد بیاوریم دورانی رو که پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود و هر دو کشور تا بن دندان مسلح بودن به سلاح هسته‌ای. همین قراردادها و گفتگوها بود که میزان کلاهک‌های هسته‌ای رو کم کرد، رسوند به 1500. من اصلا میگم کلاهک هسته‌ای به یک هم کم نرسه، یعنی اصلا نداشته باشیم. علمش رو دارن، هر زمانی بخوام میتونن تولید کنن. ولی اون خلع سلاحی که من میگم این هستش که خلع سلاحی که خب پاکستان به خاطر رقابتش با هند صاحب اون شد و داره، اسرائیل پنهانی این رو صاحب شد و داره، ایران میخواد صاحب بشه علنی یا پنهانی و بخواد داشته باشه. این نادرسته برای جهان. جهان جهانی که داره از نظر اقتصادی به یکدیگر نیازمنده، از نظر زندگی، اگر اینا میان و این از کلمه پوز نمیخوام استفاده کنم ولی گلوبالیزیشن رو خیلی عمده میکنن که میتونه جهان رو پیش ببره، خب چرا از نظر سیاسی به اینجا نمیرسن که این رو ادامه ندن، این جنگ هسته‌ای رو؟ البته خوشبینی من، آرزومندی من، شاید من آرزومندیم یه گام اونورتر بره، یواش یواش نزدیک بشه به آرزومندی دوستم اسفندیار منفرزاده که ایشون میگه اصلا جهان بدون ارتش باشه. خب اینها شدنی نیست. در مورد انتخابات آمریکا اگر سوال مشخص داشته باشین، بله در خدمت هم که پاسخ بگم. آیا شما فکر نمی‌کنید که آقای بایدن کارآمدی لازم رو برای تصدی ریاست جمهوری نداره؟ یک، دو،
تغییر در کرسی هایی که جمهوری خواها و دموکرات ها دارند در انتخابات ماه نوامبر و تغییر وضعیت به نفع جمهوری خواهان میتونه تغییری رو در سیاست های خارجی ایالات متحده آمریکا پدید بیاره. خب ببینید، این دو پرسش در دو بخش مختلف. نخست این هستش که آیا آقای بایدن کارآمدی داره یا نداره. آقای بایدن کارآمدیش بر اساس این مجموعه ایست که دارن باهاش کار میکنن و این مجموعه مجموعه تازه ای نیست. آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا فقط نقشه، اگر نخواهیم بگوییم تشریفاتی، ولی از یک گام اونورتر از تشریفاتی است. یعنی چی؟ نه بایدن، همه رئیس جمهورهای آمریکا اونجاست که رقم کار خودشون رو با این تعیین میکنن که آیا میخوان رئیس جمهور دوران جنگ باشن یا رئیس جمهور دوران صلح باشن. این رو دست کم به این سنی که من و شما داریم از سن عقلانیتمون اگر نگاه کنیم دست کم میبینیم که چه جمهوری خواه چه دموکرات آمدن و در شماری از مسائل سیاست خارجی آمریکا همون بوده که بوده. برای اینکه بدنه سیاست خارجی آمریکا تغییر چندانی نمیکنه. اینکه آقای بایدن کارآمد است یا نه، کارآمد برای مسائل مختلف باید در نظر گرفته بشه. از نظر سیاست خارجی، سیاست خارجی آمریکا تغییر چندانی نکرده، ولی از اون لحاظ که آیا آمریکا پلیس جهان است، یعنی میخواهد اون نظم نوین جهانی رو که دوران بوش پدر بوده و بوش پسر یعنی حمله به کشورهای دیگر الان هم تکرار کنه، من معتقدم که از اون دوره گذر کردیم و آقای بایدن نمیخواهد پلیس جهان باشد، حتی اگر جهان او را به پلیس بودن دعوت کنه. ولی در مورد مسئله کنگره، خب شما به نکته اشاره کردین. ببینید، در مورد حزب حاکم که میشه حزب دموکرات که با خیلی اکثریت ضعیفی در آمریکا داره کار خودش رو انجام میده، یعنی اکثریتی که حزب دموکرات آمریکا داره در لحظه کنونی حتی نمیتونه به حل مسئله بودجه و یا مسائل دیگه با آقای بایدن بپردازه. در 2022 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این فاصله کمی که در خانه نمایندگان هست، در خانه نمایندگان آسان‌تر میتوانند به این سو گام بردارن که اکثریت رو از دموکرات‌ها بگیرن، ولی میزان کاری که خانه نمایندگان میکنه بیشتر در مسائل داخلی تاثیرگذار هست تا مسئله سیاست خارجی. از اون سو، یعنی چرا؟ یعنی الان یک 5 نفر که کرسی خودش رو ترک کردن، این 5 نفر از جمهوری‌خواها هستن در خانه نمایندگان، که اگر این 5 نفر دوباره یک جمهوری خواه دیگه بیاد، تازه شرایط در همین جاست که هست، یعنی باید حزب جمهوری خواه دست کم چند کرسی دیگه از حزب دموکرات بگیره که تازه اون میشه صاحب یک اکثریت بسیار کوچک، میشه شبیه همکنون دموکرات ها. تبایه تفاوت میتونه در 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری آقای بایدن ترمز بیشتری در برابر کارهاش بگذاره. سنای آمریکا که 100 سناتور داره، میدونین که دوره هر سناتور 6 ساله است و هر 2 سال یک بار این انتخابات که انجام میشه، 1/3 اونها میان و در انتخابات شرکت میگن، یعنی 1/3 نوبتشون میرسه. امسال دوره 34 نفر است، چون همیشه 33 100 3 تا 33 به اضافه 1 است، خب 34. در این 34 سختی بتوان جابجا کرد، برای اینکه کسانی که دوره خودشون رسیده کسانی هستن که تثبیت شدن، دور میره در اون ایالت هایی که در اونجا انتخابات به این شکل بوده که به خاطر کناگیری یک نفر یا فوت یک نفر، یک نفر رو در انتخابات ویژه جای او گذاشتن. میتونه سر آریزونا باشه، میتونه در مورد جورجیا باشه. اینجا هاست که اگر جمهوری خواها به سبب قدرتی که از گذشته دارن اون رو بگیرن، میتوانن این مسئله 50-50 رو به مسئله 51-52 به 48 به 47 نزدیک کنن، و اونجاست که خب
می توانن یه قدرتی رو داشته باشن و اون هم باز در مسائل داخلی است که تاثیرگذار هست. در مسائل خارجی آقای فروزنده رئیس جمهور هم حتی اگر بشه، ببینید دو حزب ورشکسته سیاسی هستن، دو حزبی که نتوانستن از دوران آقای اوباما تا کنون یک نامزد برای ریاست جمهوری خودشون تعیین کنن یا تربیت کنن یا بشناسن به مردم ارائه کنن، ورشکسته هستن از نظر سیاسی، نمیتوانن و این توان رو ندارن. چه حزب جمهوری خواه که آقای آمدن میگن پوتین، دیدم بعد از ته بعدش هست ترامپ را روی کار آورد، ترامپی که همه فکر میکردن معجزه خواهد کرد، ایران رو حکومت جمهوری اسلامی رو نابود میکنه همه اینها، ولی آقای ترامپ یک معاملگر بزرگ بود. از اون رقص شمشیرش که در عربستان سعودی انجام شد بگیریم تا وعده هایی که به جمهوری اسلامی داد که آقا اگر شما بیان یک کمی با ما کنار بیایین ما با شما چنین خواهیم کرد و براتون خیلی مقدمه میسازیم اینو. به این ترتیب آمدن یک جمهوری خواه شبیه ترامپ مسئله رو فرقی نمیکنه، برای اینکه ترامپ همین مسئله ای رو نتونست حل بکنه. شبیه بایدن اگر بیاد، که خب خود بایدن هست که بخواد یک دوره دیگه انتخاب بشه که این خیلی دشوار خواهد بود در نظر سنی و شرایطی که همکنون از نظر به قول شما ناکارآمدی یا به هر حال دوست داشتن مردم ممکنه داشته باشه، ممکنه مانند کارتر رئیس جمهور یک دوره‌ای باشه، رئیس جمهور یک دوره‌ای معاونش هم نمیتونه کاری بکنه بیاد انتخاب بشه، مگر اینکه پیش از اینکه پایان ریاست جمهوریش برسه خودش کنار رفته باشه و اون معاون یه قدرتی رو در اون دو سال تجربه کرده باشه، یک سال که اینم شدنی نیست. به این ترتیب هر دو حزب آمریکا به دلیل ورشکستگی شبیه هم عمل میکنن. من به ذهنم آمد یک مثال بد بزنم ولی زبانم رو جلوش رو گرفتم و اشاره نخواهم کرد. در خدمت شما هستم. با توجه به کمبود وقتی هم که داریم از شما یه سوال دارم. این بازی که بین ایران و بر سر برجام هست، ایران و ایالات متحده آمریکا، و این شوق و تمنای ایالات متحده آمریکا برای اینکه به هر حال با ایران به یک توافقی برسند، به نظر شما آیا به سرانجام خواهد رسید یا نه؟ ایران نفعش در این است که این بار هم این مذاکرات به جایی نرسه. نمیدونم نظر شما در این باره چی؟ ایران وقتی میگیم حکومت جمهوری اسلامی یه بخشش میخواد که این گفتگوها به سرانجام برسه ولی اون بخش موفق نشده کارشو انجام بده، بخش دیگری که میخواهد این گفتگوها به سرانجام نرسه یا دست کم گفتگوها بعد از زمانی که ایران یه دفعه اعلام بکنه به قول این فرنگی ها Surprise! I have the bomb! بر اون تاریخ باشه، این هم در حال حاضر شدنی نیست. ایران دو بخش داره در مورد این مسئله. بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی تلاش بر این بوده که این قضیه رو کش بدن. آقای خامنه‌ای گفته کش ندین، واقعیت این است که کش رو خود جمهوری اسلامی داره. زیاده خواهی جمهوری اسلامی همراه شد با این بلیتی که روی روسیه گذاشته بود، که شرط بندی که رو روسیه کرده بود. ایران فکر میکرد روسیه تمام حرفایی که بهش میگه درسته و بر اساس اون عمل کنه. واقعیت این بود که روسیه بر اساس نقشی که در آینده خودش داشت برای حمله به اوکراین میخواست که گفتگوهای ایران به نتیجه نرسه. برای همین هر بار که در دوران روحانی و بعد از اون در دوران جدید آمدن و گفتن گفتگوها به پایان نزدیک میشه، یه توپ دیگر قل دادن. مسئله سپاه پاسداران که شما هم در گفتگوی خودتون در مقدم بهش اشاره کردین، این آخرین بازی است که جمهوری اسلامی گذاشته و میگه که سپاه رو خارج کنه. آمریکا نمیخواهد و نخواهد توانست سپاه رو از لیست تروریستی خارج کنه. اگر ایران گفته بود سپاه رو از لیست تحریم ها خارج کنین، شاید این کار شدنی تر بود، چون نه سپاه قرار است به جایی سفر بکند و میتونستن جلوی معاملاتش رو بگیرن، کما اینکه جمهوری اسلامی هم در این چندین و چند سال تحریم ها همیشه تحریم ها رو دور زده. اگر این رو درخواست کرده بودن برای دولت بایدن شدنی تر بود، ولی مسئله حذف سپاه از لیست تروریستی
اول باید بیان ثابت کنن که سپاه دیگر تروریست نیست که هست، و دوم ثابت کنن که اگر برداشتن ولی اسمشو خارج کردن چه خواهد شد. فراموش نکنیم سپاه خودش داره روز به روز اشاره میکنه که من هستم، در حمله ای که به عراق میکنه، به اقلیم کردستان میکنه، در حمله ای که به ناوهای آمریکا تا نزدیکش میره، سپاه میگه آقا ما رو بذارین همینطوری باشیم، ما جهان رو میخواییم به نابودی بکشیم. به این ترتیب بعید به نظر میرسه که این برشام جناب گوهرزاد، به پایان وقت برنامه میرسیم. من میخواستم ببینم اگر دوستان ما شما سایتی چیزی هست که کارهای شما رو بتونن در اون ببینن، اگر ممکنه این رو معرفی بفرمایید در همین یکی دقیقه و نیمی که در اختیار داریم. بله ببینید، من وبسایتی هست به اسم دی ایران پست، حتما این کلمه دی رو باید بذارن چون در خیلی صورت به اداره پست میرسه. ما تارنمای ایرانی به زبان فارسی زیاد داریم. این آخرین خبرهایی که در رسانه‌های جهان در مورد ایران منتشر میشه در زمینه‌های گوناگون در این تارنما هست، و این تارنما در واقع اگر شما بخواید برین واشنگتن پست و نیویورک تایمز رو نمیدونم راست و چپ رو همه رو بررسی کنین تا یک خبر در بیارین، خب ما بین این خبرهایی که در میاد منتشر میشه اونی رو که به واقعیت نزدیکتر هست بدون نگاه کردن حزبی، این یک آزمایش برای خود منم هست که هرگز به این سو نرم که اون دیدگاه باور خودم رو در اونجا داشته باشم، نه خیر، مخالف باورهای خود منم در اونجا هست. من دعوت میکنم کسانی که انگلیسی زبان هستن برای ما مقاله بنویسن، به عنوان اپینیون یا دیدگاه ما منتشر میکنیم، به ویژه جوانانی که در کشورهای غرب دارن بزرگ میشن، انگلیسی زبان هستن، و یا استادان دانشگاه دریغ نکنن این وبسایت رو ازش بازدید کنن و اون رو ببینن و این وبسایت رو به گوهرزاد پایش میکنن. برنامه رسیدیم، بسیار خوشحالم از اینکه در این برنامه با شما بودم، بهتون وقت بخیر میگم در جنوب کالیفرنیا. منم از شما سپاسگزارم. دوستان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام. از تلویزیون ایران فردا بخواید که مجددا درخت گردو رو برای شما پخش کنه تا معنای دقیق تر حمله شیمیایی رو بتونید حس بکنید یا بیشتر حس بکنید. به پایان رسیدیم و هنوز قصه تمام نشده. وقت شما بخیر.